اصلاحات خمینی و حکم هشت ماده یک سال و نیم پس از سی خرداد 1360 که سرکوب و شکنجه و اعدام گاه صدها اعدام و تیر خلاص فقط در یک شب آبرو و حیثیتی برای رژیم باقی نگذاشته بود و حتی برخی دستجات درونی رژیم و حتی منتظری جانشین رسمی خمینی هم به سطوح آمده بودند، خمینی در 24 آذر 1361 یک حکم هشت مادعی خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگانهای رژیم صادر کرد. این حرکت در آن زمان سر و صدای زیادی به پا کرد. و به آغاز رفرم و اصلاحات در رژیم خمینی تعبیر شد. هرچند که خمینی در سرابهای همین حکم مجاهدین و هر فرد و گروه برانداز را مستثنا کرده بود. مهمترین نکات حکم هشت مدعی خمینی به شرح زیر بود. رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاه ها با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود. احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد. هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احزار نماید. هیچ کس حق ندارد در مال کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید یا نسبت به فردی اهانت نموده یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه شنود بگذارد آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و افساد فلعرض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگانهای دولتی و دستگاه های قضایی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود. اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند، و در آنجا با آلت لحف یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند هیچ یک از قضات حق ندارند ابتداعا حکمی صادر نمایند که به وسیله آن معموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهای کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل تعده دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی است جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و جناب آقای نخست وزیر میرحسین موسوی موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. باید ملت از این پس که در حال استقرار و سازندگی است، احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خیش ادامه دهند. موزه مجاهدین مجاهدین در همان زمان دعوی رفرم در اوج خفقان بازگشت ناپذیر از سوی ولی فقیه ارتجارا به سخره گرفتند. سرمقاله نشریه مجاهد به تاریخ و دی 1361 در این باره نوشت مشکل مردم و انقلاب ایران با رژیم خمینی از همان روز نخست نه در بدعملی این یا آن پاسدار یا حاکم ضد شرعی بلکه در بنیاد رهبری قاسبانی خمینی و رژیم قرون وسطایی ضد بشری و دجال گونه اوست پس مشکل رژیم یک مشکل سیاسی مربوط به حاکمیت و قدرت حاکم است ولا غیر در شرایطی که به گفته ناطق نوری وزیر کشور رژیم تنها در آبان ماه 1600 نفر فقط در تهران به اتهام هواداری از مجاهدین دستگیر شدهاند خطر رفرم برای آنهایی که آب از سر رژیمشان گذشته در این است که به قول تکویل نویسنده و متفکر سیاسی فرانسوی قرن نوزدهم دست زدن به رفرم همانا دست زدن به انقلاب به معنی واژگونی می باشد و بناگهان همه رشته های دیکتاتوری را پنبه می کند.